گزارش خبرگزاری اتریش از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران مریم رجوی انتخابات رژیم ایران علامتی واضح از مرحله پایانی پیش از سقوط آن است جنبش اپوزیسیون ایران رئیس جمهور جدید رژیم ایران حسن روحانی را شدیداً زیر انتقاد برد و آن را غیرقانونی نامید رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران مریم رجوی در گردهمایی همایی عظیم در ویلپنت پاریس گفت روحانی یک عامل سابقه دار رژیم و ماشین جنگ و سرکوبان است رجوی انتخابات ریاست جمهوری رژیم را یک علامت واضح از مرحله پایانی رژیم پیش از سقوط آن توصیف کرد رجوی در گرد همایی پاریس با ده ها هزار شرکت کننده که توسط شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده بود گفت رئیس جمهور جدید یکی از مسئولین ماشین سرکوب در ایران است به گفته رجوی روحانی مواضع بالایی را در حکومت عهدهدار بوده و از سیاست جنگ فروزی رژیم تهران حمایت می کند علاوه بر این انتخابات در ایران هر چیزی هست به جز یک انتخابات آزاد این انتخابات در فضای مملو از سرکوب مطبوعات و مخالفان و همچنین در فضای سرکوب دسترسی آزاد به اینترنت برگزار شده است بسیاری از مخالفان در جریان وقایع مرتبط به این انتخابات دستگیر شدند پیشتر در آسانه این گرد همایی رجوی نسبت به اینکه روحانی یک مدره قلمداد شود هشدار داد و در مصاحبه با مطبوعات آلمانی اظهار داشت چنین تلقی مطلقا درست نیست روحانی در ایران بیشتر با سابقهش به عنوان یک چهره امنیتی شناخته می شود این که از 24 سال پیش تا کنون بیوقفه نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت بوده و 16 سال دبیر آن بوده است به حد کافی گویاست او جلودار سرکوب قیام دانشجویی 1998 بود و از تصمیم گیرندگان اصلی بمبارانها و حمله های موشکی به مرکز اپوزیسیون مجاهدین خلق بوده است در درون این رژیم هیچ مدره ای وجود ندارد زوسموت، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی وزیر سابق آلمان در امور زنان و رئیس سابق مجلس فدرال این کشور به عنوان یکی از شرکت کنندگان در این گرد همایی به خبرگزاری اتریش گفت یکی از دلایل ویل برای شرکت در این گرد همایی وضعیت غیرقابل تحمل ایرانیان در کمپ لیبرتی است آخرین بار یک روز بعد از انتخابات در ایران یک حمله به کمپ لیبرتی محل استقرار مجاهدین خرق صورت گرفت. زسمود انتقاد می کند که در این کم به هیچ وجه استانداردهای امنیتی وجود ندارد. او خواستار خروج و جابجایی سریع ساکنان کم شد. در گرد همایی بزرگ ایرانیان چندصد صد سیاستمدار و شخصیت از نزدیک به پنجاه کشور حضور داشتند. زسبود ابراز امیدواری کرد که این گرده همایی تأثیرات خود را بر رژیم تهران داشته باشد وی گفت کسانی که در اینجا گرد هم آمده دقیقا همانند ساکنان کمپ لیبرتی دشمن رژیم ایران هستند